محیط زیست به همه موجودات زنده و غیر زنده و همچنین به همه فرایندهای طبیعی اطلاق می شود که در زمینه زندگی و بقای این موجودات نقش دارند. حفظ و حراست از محیط زیست امری بسیار حیاتی و ضروری است، زیرا از این طریق می توان تنوع زیستی، منابع طبیعی، اقتصاد و سلامت انسانها را حفظ کرد. وضعیت آلودگی هوا در شهر کابل چگونه است و چه عواملی در ایجادش نقش دارد؟ وضعیت آب و هوا در شهر کابل به مقدار دوبه و فرد گازهایی که در نتیجه سوخت‌های فسیلی که مردم استفاده میکنند، از منابع تجدید ناپذیری که استفاده میکنند، از سوخت‌های فسیلی که استفاده میکنند، آب و هوای شهر را به حد زیادی آلوده کرده است و مردم از سوخت‌های انرژی ناپاک استفاده میکنند، از پلاستیک و مواد غیر مواد عضوی برای گرم کردن و دیگر موارد خود استفاده میکنند و به همین دلیل است که شهر ما یک هوای آلوده را ساخته و بهترین روش همین است که ما برای پاک کردن آلودگی ها که ما از انرژی پاک استفاده کنیم، از انرژی تجدید پذیر مانند باد، آفتاب و از سولار سیستم استفاده کنیم تا ما یک هوای بهتری را برای خود ایجاد کنیم. وضعیت آب و هوا در کابل خیلی وخیم هستند. وضعیتش یکی زلیشی هستند که اکثر مردم آگاهی ندار، از وسایل های ترانسپورتی بیشتر استفاده میکنن، از مواد سوخته که نباید بسوزانه اونا رو میسوزانه، مثلا از پلاستیک که نباید سوختان داشته و که میسوزانه، از لابر یا همچنان از حتی چوب هم که میسوزانه اینا رو در فضای آزاد میسوزانن. اینا سبب آلودگی هوا در کابل میشه و همچنان در قسمت دیگه همین فابریکه های تولیدی که هستن، اینا بیشترین بخشی از آلودگی کابل در بر میگیرن. شهر کابل در حوزه محیط زیست متاسفانه ما ناکام هستیم. در خیلی از ابعاد جامعه شناختی و مسائل زیر مجموعه جامعه خود ما دچار مشکلات عدیده هستیم. حالا ما و شما چالش هایی که در کابل داریم خیلی از موضوعات عادی هست که در خصوص محیط زیست آلوده کننده است و مضر است. مثلا ما و شما میتونیم چند بخش عمده را مد نظر بگیریم. همی اسپری هایی که ما و شما استفاده میکنیم، همه خانواده یعنی ما یک نفر مد نظر نگیریم که مثلا یک ما یک اسپری استفاده میکنم چه قسمی است. شما شاید از یعنی مردم ما و شما شاید از مسئله اسپری زیاد آگاهی نداشته باشند، یعنی مضراتشان را در حوزه محیط زیست آگاهی نداشته باشند، چون اسپری هایی که وارد میشه در افغانستان واقعا غیر معیاری است. اینا رو شما مد نظر بگیرین که برای 5 میلیون جمعیتی که در شهر کابل هستن چقدر تاثیرات میگذاره. این یک بحث است. بحث دیگه ای که در بخش کابل هستن، بخش امی گلخانه ها هستن، گلخانه هایی که در شهر کابل هستن، اینا مشکلات رو بسیار جدی کرده. واقعا اینا نمو کربن هایی که تولید میکنه، کربن ها بسیار در سطح بلند و بالا مشکل رو جدی کرده. بحث سومی هم که است در خصوص موترها یا سوخت بی کیفیت ما هست. شما میفهمین که هر موتر در سال 4 تن، یعنی هر موتر در سال 4 تن کربن تولید میکنه و کربن مهمترین نقشی که داره در محیط زیست گرم کردن محیط زیست ما هست. یعنی هوا را گرم میکنه. وقتی هوا گرم شوه و امروز ما و شما تغییرات اقلیمی رو میفهمیم دیگه که ما هم افغانستان بالاخره جزی همون وضعیت هستیم دیگه. اگر وضعیت بدتر شد که در افغانستان ما و شما، چون ما دوچار مشکلات و جنگ های عدیده بودیم، 40 سال ما دوچار جنگ بودیم. جنگ یکی از بلاهای خانمانسوز در تمام ابعاد زندگی انسان هست، مخصوصا محیط زیست. محیط زیست واقعا یک مشکل بسیار حاد و جدی شده در افغانستان، چون 40 سال ما درگیر جنگ بودیم و بارودهایی که استفاده شده اینا بسیار سطح کلان هست متاسفانه. مهمترین مشکلات زیست محیطی در شهر کابل از نظر شما کدام ها هستند؟ در شهر ما مشکلات زیست محیطی مهمترین مشکلی که وجود داره مشکل آب و هوا است که باعث میشه که ما به مریضی های مختلف دچار شویم. عوامل مختلفی داره که مانند سوخت های فسیلی و سوخت های تجدید ناپذیر که استفاده میشه. همین مهمترین مشکلی که ما با روبرو هستیم همین آلودگی هوا میشه.
مهمترین مشکلاتش ای هست که مردم آگاهی ندارن. اکثر مردم بیشتر آگاهی ندارن و کسی درست استفاده نمیکنه. به عنوان از اینکه هر کس اگه از خود شروع نکنن یک وسیله یک چیز رو میخوره میندازه بیرون یا میندازه دمو زمین، میگن دیگه به وظیفه ما نیستن. وقتی از خود شروع نکنه، وقتی خودش مثلا محیط زیست خود در نظر نگیره، این سبب میشه که به چند نفر یک جای شوه و محیط زیست ما شما آلوده شوه. یکیش همین بخش موترها هست که موترها بررسی نمیشه، یعنی ارزیابی صورت دقیق صورت نگرفته که چقدر موترها معیاری هست و چقدر موترها غیر معیاری هست. حداقل ترافیک این کارا میتونن که موترهایی که واقعا در خصوص آلوده کردن محیط زیست مضر هستن، اینا رو میتونن تحت کنترل خود بگیرن و اینا رو از فعالیت باز دارن، این رو میتونن رسیدگی بکنن. این یک مشکل هست و مشکل دیگه هم مثلا گلخانه ها هست. گلخانه هایی که هست که متاسفانه غیر معیاری هست، ارزیابی صورت نمیگیره که تاثیر یا میزان تاثیرگذاری گلخانه ها در اکوسیستم ها و محیط زیست چقدر هست، اصلا هیچ ارزیابی صورت نگرفته. و اتفاقا مشکل این هم هست که اینه به دور دور کابل ای گلخانه ها گرفته و دور دور کابل وقتی گرفته شده باشه یعنی ما چهار اطراف ما موثر است. از لحاظ مشاهدات یا دید ماکرو آنالیسیس که ما به شکل کلی میتونیم بگوییم منابع آلوده کننده در شهر کابل وجود داره، بلی منابع آلوده کننده هستن، منابع ترانسپورتی هستن، صنعتی رو ما داریم در شهر کابل فعالیت میکنن، نبود سیستم های مدیریت معیاری به خاطر زباله و فاضلاب خود زمینه ساز انتشار آلوده کننده های هوا هست، از طرف دیگر خامه بودن جاده ها، راه ها، معابر، زمینه پخش گرد و خاک را مهیا ساختم و ضعیف بودن یا کم بودن پوشش های نباتی باعث میشن که این ذرات تا مدت زیاده در هوا باقی بمانند و همچنان میزان زیادتر ذرات در هوا پخش هستند. بنابراین در کل ما میتونیم بگوییم که متاسفانه شهر کابل یک شهری هست که از دیدگاه آلودگی هوا با در نظر داشته هر آنچه که عرض کردم یک وضعیت ثبات نداره. هر منبع یا هر مقطع زمانی میتونه که یک منبع سبب آلوده کنندگی بیشتر در شهر شوه. در فصول سرد مورد تسخین میتونه توسط مرکز گرمی ها و سوخت زغال سنگ و سایر سوخت‌های بی‌کیفیت آلوده کنندگی بیشتر داشته باشم. در تمام فصل‌های سال ترانسپورت ما داریم که وسایل نقلیه غیر معیاری هستن، آلوده کنندگی زیادی دارن و زمانی که گرد و خاک ها میباشند، بادها فصلی میوزن، ذرات معلق را گرد و خاک را بلند میکنن با خود انتقال میتن که هم منبع آلوده کنندگی هست که میتونه در مقاطع زمانی مختلف در سال وجود داشته باشه. شهر کابل. وضعیت محیط زیست در شهرهای پرجمعیت و صنعتی مانند کابل به علت آلودگی هوا، آلودگی آب، کاهش منابع طبیعی، جابجایی خطرناک پسماندها و دیگر عوامل مختلف نگران کننده است. در محل زندگی شما برای جمع‌آوری زباله های تو کدام سیستم وجود داره؟ آیا مثلا زباله ها سر وقتش یا تایم مشخص داره که انتقال داده شود از طرف نهادها یا شرکت های مسئول؟ شرکت های خصوصی در این زمینه وجود داره که زباله ها را در مقابل یک مبلغ از پول انتقال میدهند و بعد یک مدت اینا را جمع‌آوری میکنند و امی شرکت های شخصی هستند که مواد زباله را جمع‌آوری میکنند و میبرند. در محلی که ما زندگی میکنیم بله یک سیستمی هست که از طرف یک موسسه اینا جمع‌آوری میشن که سبکی میاین اونا را جمع میکنن، ولی در قسمتی که میاد دوباره پس سر سرک میندازن اینا در وقت معین جمع‌آوری نمیشه. این سبب میشه که دوباره عمو مانده اونجا فرسوده زیاد شوه و سبب شه که همه میکروب ها اونجا جمع شوه و مردم افغانستان یا مردم کابل اینا را تنفس کنه و باعث آلودگی بیشتر میشه. البته در خصوص جمع‌آوری زباله ها که معمولاً از طرف شاروالی در این راستا رسیدگی صورت نگرفته، فقط شرکت های خصوصی است در محل ما هم.
اما ما احساس میکنم که شرکت های خصوصی حداقل اینقدر کار میتونن. این ابتدایی ترین مسئله ای که میتونن موتورای سربسته باید استفاده بکنن. شما میفهمین که وقتی زباله ها اینا باز میشه، پلاستیک هایی که استفاده میشه، این پلاستیک ها در بین موتور که میندازه، این پلاستیک ها باز میشه. اونمو چیزهایی که کربن هایی که در داخل از اونها هست که اینا هم باز میکنن. وقتی باز میشه اینا در هوا پخش میشه، بخوایم نخوایم، ولی از موتر سربسته اگر باشه در داخل موتر تا حدودی حبس میشه و تا مکانی که باز میشه این موتر در اونجا تخلیه میشه تا اون نقطه را حداقل اینا هست. اما ما اینی مشکل جدی ما هست که از موترهای سربسته استفاده نمیشه، موترهای سرباز هست و این موترهایی که سرش باز باشه مهمتر مشکل نیمیست که نیمی کربن ها پخش میشه در ناحیه، بخوایم نخوایم. تو این سیستم جمع‌آوری زباله واقعا غیر معیاری است. حداقل شرکت‌های خصوصی میتونن که از موتورهای سربسته استفاده کنن. موتورهای سرباز واقعا جدی کرده مشکل ده. 5000 متر مکعب زباله در شهر کابل در 24 ساعت تولید میشه. اما آیا شهرداری کابل توانمندی مدیریت تمامی از 5000 متر مکعب را در تمامی نواحی و ولسوالی‌ها داره؟ که متاسفانه باید عرض بکنیم که با آمار ارقامی که جمع آوری شده تا سالهای گذشته، شهرداری کابل این توانمندی را نداره و متاسفانه یک قسمت زیادی از زباله ها در سطح نواحی و در کل در سطح شهر باقی میمانند که باز هم پخش کننده آلاینده های ثانوی در هوا و آب و خاک میتونند باشند. حفظ و بهبود وضعیت محیط زیست نیازمند همکاری تمامی افراد و ارگان‌های مرتبط از جمله دولت محلی، سازمان‌های محیط زیست و شهروندان است. برنامه‌ها و اقداماتی مانند جمع‌آوری و بازیافت پسماندها، کاهش آلودگی هوا و آب و حفاظت از منابع طبیعی می تواند به بهبود وضعیت محیط زیست در شهر کابل و دیگر کلان شهرهای کشور کمک کند. در مورد آب اگر صحبت بکنیم، آبی که در محل زندگی ما و شما در واقع در دسترس ما هست، چه مقدار پاک و صحی است؟ البته در خصوص پاک بودن صحی بودنش که قطعا آدم می بینن، یعنی در افغانستان متاسفانه ما دستگاه یا سیستمی نداریم که دقیقاً آب‌ها چک شود در ساحات مختلف که تا چه میزان اینا آلوده هست. اینطور یک سروی صورت نگرفته از طرف دولت یا از کدام نهادی که در این بخش یک گزارش موثق و مستند تهیه شود و برای مردم آگاهی داده شود که اینی نقاط آب‌هایشان اینقدر آلوده هست. اما با موجودیت او آدم میتونن در بعضی موارد تشخیص بدن. شما وقتی که حداقل چای میکنه، اینمی خیلی نقاط شهر کابل مثلا این نقطه‌ای که ما زندگی میکنیم، آبش که چای میشه بدون تصفیه که چایشه اساسا احساس میکنه که بین از کل روغن ریختی. خب این نشان دهنده میزان آلودگیشان هست. ما فقط میتونیم در صورت استفاده کنیم که اونا رو تصفیه کنیم، در دیگه حالت ما نمیتونیم استفاده کنیم. خب این برمیگرده به این محیطی وضعیت و شرایط بدی که هست که در این خصوص توجه صورت نگرفته متاسفانه. وضعیت آب شمدنی در سطح کابل نسبتاً خیلی بد می باشه، یعنی خوب نیستن وضعشان. بعضی قسمت ها هستن که بسیار آبش گلالود هستن، وقتی مردم استفاده میکنن مجبور هستن که خیلی مدت و آب بمانه که گلایش تهنشین شد و بعد از قسمت سطحش استفاده کنه. و یکی بعضی از آبهایی هستن که داخل تانک به مدت زیاد نگهداری میشه، سبب میشه که میکروبی شوه. وقتی میکروبی شدن مردم شهر کابل وقتی استفاده کنه، این میکروب ها وارد بدنش میشه و این سبب مریضی انسان ها میگردد. وضعیت آب آشامیدنی در محل زندگی ما زیاد خوب نیست. مردم چاهای سپتیک را نزدیک به چاهای آب اعمار میکنن، حفر میکنن و به همین ترتیب از دیگر چاهای غیر اصولی و غیر استانداردی که حفر میشه باعث میشه که وضعیت آب های صحی در منطقه و شهری که ما زندگی میکنیم زیاد خوب نباشه. بیشتر چه چیزایی از لحاظ محیط زیستی روی آب تاثیر میماند تا آب آلوده شود؟
یک همه قسمتی که گفتم آب دیر ماندن، قسمت بعدی همه ای که نزدیک های چاه آب سیهی ما شما مثلا چاهای فاضلاب نزدیک هستن مردم توجه ندارن، یا قسمتی که وقت چای مثلا آب شما دونه باشه سرپوش منظم نمیمونه یا مثلا سرش پنهان نیستن، وقتی گرد و خاک میشه این گرد و خاک وارد از چاه میشه، و یا اگر از قسمت ذخیره استفاده کنه باز هم یک چیز معیاری نداره که سرش محکم باشه تا گرد و خاک یا کدوم میکروب وارد از او آب نشه، اینا سبب میشه که آب آشامیدنی ما شما میکروبی شود. در کابل در آبهای آشامیدنی که وجود دارد اکثرا غیر صحی میباشند به دلیل حوامل مختلفی که داره، از حفره چاه‌های سپتیک در نزدیکی و مجاورت چاه‌های آب گرفته تا به بازگذاشتن و اعمار غیر اصولی و غیر استاندارد چاه‌های آب که صورت می‌گیرد، باعث این می‌شود که وضعیت آب‌های صحی در شهر و منطقه ما زیاد خوب نباشد. البته یک سیستم فاضلاب ما هست که متأسفانه سیستم فاضلاب در شهر کابل اساساً هیچ گونه توجهی صورت نگرفته در بخش فاضلاب ما، سیستم های فاضلاب، و بخش دیگه ای که هستک آبهایی که از کوچه ها روان هستک، این آبهایی که از کوچه ها روان است با انواع مواد شیمیایی آلوده است، با انواع مواد شیمیایی، چون ما میفهم خانواده های ما و شما متاسفانه از مواد شیمیایی بیش از حد در استفاده، حتی در ظرف خود ما و شما در فرش در لباس به اینا استفاده میکنیم، این موادهای شیمیایی که استفاده میشه این موادهای شیمیایی معیاری نیستند، شاید یک مجموعه بسیار محدودش باشه که معیاری باشه که متاسفانه مردم ما شاید سطح توانش به اون نباشه که بخرن، قیمتشون یعنی سطحش بالا هست. اینا وقتی که میره جذب زمین میشه و از این طرف ما و شما یک سیستمی نداریم که این آبها را ما مدیریت بکنیم، این آبها تصفیه شه، این آبها تصفیه نمیشه، وقتی که اینا در یک محیطای که روان هستک در اونجا میره اینا جذب زمین میشه، وقتی جذب زمین هم شه هر مقدار که زمین هم تصفیه بکنه اینا را باز هم همون مواد های شیمیایی باقی است میمونه. این دو نکته بسیار مهم است در خصوص آلوده شدن آب در سطح کابل یا همین نقطه‌ای که ما زندگی میکنیم. دریا در شهرها نماد زیبایی، تراوت و تازگی هستند و نماد سرسبزی هستند و منظره زیبایی میتن به شهرها و ساترایش. هم متاسفانه هموطنان ما زباله و پسمان و مواد زایده که بگیرشان می خصوصاً در ساعت داخل شهر به داخل دریا تخلیه میکنند، چون در بستر دریاها زمینه خوبی هست به خاطر جذب آب، بنابراین هر آلاینده ای که داخل شهر داخل دریا تخلیه میشه میشه که جذب آبای زیرزمینی شه و آبای زیرزمینی ملوث بسازه. و همین قسم متاسفانه بحث دیگر یا مورد دیگر فاضلاب است. چی در داخل شهر، چی در خارج شهر، نواحی اطراف شهر، چی در داخل دریاها، جویبارها، کانالهای آب اگر ما در نظر بگیریم، متاسفانه یک رویکرد دیگری که به دور از فرهنگ شهرنشینی هست، به دور از فرهنگ عقیده ما و شما و اون فرهنگ عقیدتی ما و شما و بارمندی ما و شما که هست، ارشادات دینی میفرمایند که ما باید منابع آب را پاک نگه بداریم و منابع آب منابع از نعمتهای الهی است که ما باید قدر دور بدانیم، و متاسفانه در کشور ما تشنابها، بدرفتها، فاضلابها، تخلیه‌های عمومیشان همی دریا، کانالهای آب، جویها هستند، یا ای که به شکل مستقیم از بلند منزلها پایپ کشی شدن و کانال زدن به داخل دریا توسط کانالها تخلیه می کنند فاضلاب، یا هم از طرف شب توسط تانکرها فاضلاب از نقاط مزدحم یا سایر نقاط شهر می آیند و داخل دریاها، یا جرها و کانالهایی که منتهی به دریا می باشند تخلیه می کنند، که اینا نوعیت خیلی خطرناکتر به خاطر آلوده کردن منابع آبی ما هستند. در ساحات رهایشی هم متاسفانه هنوز بسیار زیاد هست جاهای جذبی که بدرفت‌ها داخل از اونا تخلیه میشن و اونا به سالها دوباره پاکسازی نمیشن، فاضلاب از اونا بیرون نمیشه و همه گی جذب زمین میشن و متاسفانه بعد از مدتی که بوده که کارهای خود از دست میده و را مسدود میکنن و چای جذبی دیگر اعمار میکنن، که متاسفانه میتونیم بگویم همه علتهای عمده آلودگی
منابع آب ما میتونن باشن. اقدامات مؤثری برای حفظ و بهبود محیط زیست میشود انجام داد. از جمله کاهش آلودگی هوا و آب، محافظت از جنگل‌ها و منابع آب، کاهش استفاده از منابع انرژی تجدیدناپذیر و ارتقای فهم جامعه از اهمیت حفاظت از محیط زیست. چه قسمی میشه که در حفاظت از محیط زیست مشارکت و نقش مردم را بیشتر کنیم؟ ما در این مسئله، در این موضوع میتونیم از دو روش استفاده کنیم. اولا که مردم را تشویق و ترغیب کنیم تا ای که از طریقهای مختلف تا بتوانند از محیط زیست حفاظت کنند. میتونیم که در شبکه ها، در ماهواره ها تبلیغ از این را انجام بدهیم که امی از محیط زیست حفاظت کنند. میتونیم و دومین راه که راه اجباری است، بر در حدی که از قانون اساسی ما تجاوز نکنیم، میتونیم که ایره به مردم اجبار کنیم تا اینکه از محیط زیست حفاظت کنند، درخت ها را قطع نکنند. همطور که یک درخت برای 18 انسان اکسیژن تولید میکند، در صورت قطع یک درخت باعث میشه که ما اکسیژن را از 18 انسان سلب کنیم. در قدم اول به نظر ما باید همه مردم به قسمت محیط زیست آگاه بسازیم، اما فایده هایی که دارن یا نقص هایی که دارن، اگر مراعات نکنه چی ضرر میرسن، اگر مراعات کنن محیط زیست خود چی فایده هایی داره، این قسمت به همه اطلاع رسانی شوه. بعد از او همه مثلا نهال شاندن اینا را در هر قسمت از مناطق شهر کابل بنشانیم که سبب میشه هوا پاک شوه. در این صورت مردم کم کم ترغیب میشه رو به همه پاکی محیط زیست میاره. البته در خصوص ای که ما سطح مردم را مشارکتش تا چی میزان میتونیم رشد بدیم، برمیگرده به رسانه های ما و حس مسئولیت پذیری که بارور کنند در درون شهروندای افغانستان. شهروندای افغانستان متاسفانه هنوز در حوزه محیط زیست هیچ گونه آگاهی ابتدایی هم ندارند. یعنی اگر واقعا میتونست در این حوزه یک مقدار آگاهی لازم را میداشت و از این طرف حس مسئولیت پذیری اینا از طریق رسانه ها، از طریق نیادهای فرهنگی اینا رشد داده میشد، قطعا این وضعیت را ما نداشتیم امروز. ما یک قدم پیشتر بودیم و یک کم ذره ما در محیط زیست خود یک تغییرات عمده را ما میدیدیم. متاسفانه این مشکل بسیار عمده هست که مردم ما سطح آگاهیشان خیلی پایان هست. لذا ما کوشش بکنیم چند تا نهاد اساسی را در این خصوص فعال بکنیم. یک بخش رسانه های ما هست، بخش رسانه های خود ما از طریق دولت یا از طریق نهادهای فرهنگی ما باید کوشش بکنیم که اینا فعال شوند در این حوزه و گزارشات که موثق و گزارشات مستند در این حوزه صورت بگیرد از طریق رسانه های ما. و بخش دوم فعال کردن نهادهای فرهنگی ما هست. نهادهای فرهنگی ما بیاین، ملایمامان مساجد ما، وکیلای گذر ما و بزرگان ما در واقع مکاتب ما، نهادهای تحصیلی ما در این حوزه سهم بگیرن و همه فعالیت بکنن، کوشش بکنن به نحوی که بتانن این وضعیت را به سمت وضعیت مطلوب سوق بدن. و الا شما میفهم لایه اوزون در همین وقتا این دوچار مشکل شده. وقتی لایه اوزون دوچار مشکل میشه، سطح گرما و سطح تغییرات اقلیمی در سطح جهان متحول میشه. خب اینا برمیگرده به اینکه ما تا چی میزان میتونیم در این خصوص کار بکنیم. اگر هر کدام ما به عنوان یک شهروند سهم نگیریم، خب آینده متعلق به همه هست، سرزمین متعلق به همه هست، جغرافیا و طبیعت مربوط همه انسان ها هست، چه خرد چه کوچک چه فقیر چه ثروتمند هر کس که باشه. اگر خدای نخواسته کدام مشکل ایجاد شون، همه متضرر میشن. پس کوشش بکنیم که چند تا نکته را در نظر بگیریم. یک از طریق رسانه ها ما میتونیم در خصوص فعالیت جدی بکنیم. یک نهادهای فرهنگی ما هست از قبیل وکلای گذر ما، ملایمامان مساجد ما، نهادهای تعلیمی و تربیتی ما. از این طریق ما میتونیم فعالیت عمده و گسترده را بکنیم در این بخش و از نهادها هم خواهشمند هستیم که در این راستا توجه جدی داشته باشند. منم برای همه مردم شهر کابل روز جهانی محیط زیست تبریک میگم و پیام می هستن که بیایید همه ما شما دست به هم بدیم، از خود شروع کنیم، محیط زیست خود پاک کنیم. همینه که چهار طرف خود پاک کردیم، من چهار طرف خود پاک کردم، شما چهار طرف خود پاک کردین، چند نفر با هم یک جا یک جامعه، بعد یک جامعه یک شهر پاک میکنه. ممنون، سلامت باشید. هموطنان عزیز، کوشش نهایی ما باشه که طبیعت تنها متعلق به ما نیست، به نسل‌های آینده هم هست. وضعیت شکننده هست. کوشش نهایی خود هر کدام ما بکنیم در حوزه
محیط زیست، در خصوص آبهای زیرزمینی، در حوزه پاکی محیط و اطراف خود در همه بخش ها سهم بگیریم، خرد و بزرگ، کوچک، همه ما و شما در این بخش سهم بگیریم.